جبهه مشارکت ایران اسلامی با صدور بیانیه‌ای به تحلیل پیروزی جنبش‌های مردمی تونس و مصر پرداخت. این تشکل اصلاح طلب ضمن مقایسه حرکت مردم مصر و تونس با جنبش سبز ایران تاکید کرد عزم ملت ما در آری گفتن به انتخابات و نگفتن به مداخله نظامی‌ها یک عزم اصلاح طلبانه برای مسئول‌سازی نظام از سقوط و انحطاط است. برای بررسی بیشتر شباهت‌ها و تفاوت‌های حرکت اعتراضی مردم ایران با حرکت‌های مشابه کشورهای منطقه با محمد جواد اکبرین پژوهشگر دینی مصاحبه انجام داده ایم که میشنویم. همونطور که در جریان هستین، جبهه مشارکت ایران اسلامی در بیانیه امروز خودش به مناسبت تحولات منطقه جنبش سبز رو یه حرکتی برای مسئول ساختن نظام از سقوط و انحطاط دونسته. این در حالیه که حکومت ایران این حرکت رو براندازانه میدونه. به نظر شما جنبش سبز با وجود سرکوب شدید معترضین و تندتر شدن مطالبات مردم هنوز هم یک حرکت اصلاح طلبانه تلقی میشه؟ ببینید، تا این لحظه که من و شما داریم با هم گفتگو میکنیم، جنبش سبز کماکان یک حرکت مسالمت آمیز و مدنی برای اصلاح نظام جمهوری اسلامی است، اصلاحی که خشونت رو خط قرمز خودش میدونه و تمام تلاشش رو داره میکنه که حکومت گوش شنوایی برای این اعتراضات داشته باشه. اما با توجه به سرسختی حکومت در برابر هر گونه تغییر و اصلاح، هیچ تضمینی وجود نداره که این جنبش سبز اعتراضی مسالمت آمیز تا فرصت‌های بعد هم همینطور مسالمت‌آمیز باقی بمونه. وقتی حکومت حد اکثر تلاش خودش رو می‌کنه برای خاموش کردن صدای مردم و نمادهای اعتراض مردم رو به بند می‌کشه، در جنبش سبز نزدیک به 100 شهید به جا می‌ذاره و 4000 نفر رو زندانی می‌کنه و هنوز هم مجوز به راهپیمایی مسالمت‌آمیز نمیده، قاعدتاً صبر عمومی هم روزی تموم میشه. اما حکومت لزوماً اون روز رو پیش بینی نخواهد کرد، کما اینکه حسنی مبارک در مصر یک ماه پیش تصور نمی‌کرد که چنین روزی از حکومت مصر برکنار شده باشه. آقای اکبرین، فکر میکنین تحولات اخیر منطقه تا چه حد ممکنه بر حرکت اعتراضی مردم ایران و همینطور نحوه برخورد حکومت با این مطالبات تأثیر بذاره؟ من فکر میکنم حوادث خاورمیانه مردم ما رو امیدوارتر و شجاعتر میکنه برای پیگیری مطالباتشون و حکومت رو ترسانتر میکنه و وحشت زده تر میکنه در مقابل مردم. نتیجه این میشه که حکومت سعی میکنه که هیچ گونه نرمشی از خودش نشان نده، اگر گوشش همچنان ناشنوا باشه، مبادا اتفاق خاورمیانه برای او هم تکرار بشه. اگر اندکی گوش شنوا داشته باشه، سعی میکنه مماشات بیشتری بکنه با مردم، اما در عین حال وجه مشترک هر دو واکنش حکومت، چه واکنش خشونت آمیز و چه واکنش مسالمت آمیز، این هست که از این ماجراها وحشت زده شده. اما مردم طبیعتاً به دلیل امیدوارتر شدن و شجاع‌تر بودن، فکر می‌کنم قدم‌های بلندتر و محکم‌تری خواهند برداشت.